با سلام به ملت ایران و کسانی که مسئولند و به انسانیت و به بشریت احترام می‌گذارند. امروز ما صبح به دادسرای 33 اوین مراجعه نمودیم. برای فرزندم حسین رونقی ملکی ملاقات حضوری گرفتم. بعد از 2 ساعت توانستیم ملاقات با حسین انجام بدیم. 2 نفر همراه نیز داشته. بعد از صحبت ها با حسین و من گلایه‌ای و بیگانونی برای همراهان حسین گفتم. بعد از اتمام ملاقات با حسین گفت یه آقایی هست میخواد صحبت کنه با شما. اومد از بازوی حسین بوده. شروع کرد تهدید کردن. شما با رسانه های بیگانه تماس گرفتی. فرزندت این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی. شماها همتون آشفتگری. من گفتم ما آشفتگر نیستیم، آشفتگر شما هستید که فرزند این جانب را شبانه میخواستی بدزدید. ماشینش زده داغون کردید، خودشو میخواستید بدزدی ببری بکشی. و فرزندم به دادسرای 33 اوین مراجعه میکرد. اطلاعات کشور اومده بود، خفش میکردن، با زور میخواستن با آمبولانس سوار کنن بدزدن. شماها باعث شدی کشور به روز افتاده. از اختلاس ها، دزدی ها، خیانت ها، بیگانونی ها حمایت کردیم. این وظیفه اطلاعات بود اینا را پیگیری نمایند. چه اختلاسگران، دزدان کشور، اون کسانی که قانون شکن بودن مجازات شدن. این آقا خیلی برخورد بدی با این جانب داشت. 3 بار فرزند من تهدید کرد که ما حسین را خواهیم کشت. دستور داد به اون 2 نفر این را بندازیم بیرون. ولی اونا برای من بی احترامی نکردم. من از اونا تشکر میکنم. ولی بعد اون کسانی که در وزارت اطلاعات یا سپاهن به مردم احترام میگذارن، دزدیدن مردم، کشتن مردم، نمیتوانید موفق باشید، نمیتوانید کشور را اداره کنید. آقای رئیسی، شما رئیس جمهور هستی، نظارت باید داشته باشی. ملت زیر شکنجه، زیر فشار است، زیر تهدید است. پسر من 37 روز است، 38 روز است احتساب قضاست و حالش خیلی بد بوده و درخواست کردم در بیمارستان امشب بستری کنن. آقای بازجو، شما مسئول هستید، مسئول جان حسین هستی، چرا تا کنون بیمارستان نبردی؟ اطلاعات کشور جواب میخوام از شما. شما میخوای حسین را بکشید، نگهداری بکشید. من دست فردا نخواهم بود. کوچکترین مشکلی برای فرزند من به وجود بیاد جوابگو و مسئول هستید.